یعنی کافره رو ایشون بهش گفته کن فیکون، کافر شده، خودش هم شکنجهش میده. شیطونه رو بهش گفته کن فیکون، گفته شو و او هم شده. همه مصیبت ها رو، دست بریدن رو گفته شو و شده، آتیش زدن رو گفته شو و شده، جنایت رو گفته شو و شده، هیتلر رو گفته شو و شده، موسولینی رو گفته شو و شده، فرعون رو گفته شو و شده، خمینی ننگین رو گفته شو و شده، و یوسف نداها رو هم گفته شو و شده، و همه توطئه‌گرهای جهانی رو گفته شو و شده. و چه کسی همه این جنایت ها رو مرتکب شده؟ همین که اینه، یعنی اختیار رو، جهان اختیار رو تبدیل به جهان تکفرمی که اختیار وجود نداره. اون است که میگه بدیع السماوات والارض، یعنی نگارنده، نگرنده، قلمزن، زیباساز، سازنده برای آسمان ها و زمینه. و اذا، و هرگاه، یا هنگامی که قضا امرن، یک تصمیمی میگیره، تصمیم کاری رو میگیره، اراده بر کاری میکنه، فانما یقول له کن فیکون، میگه به شو و میشود. ناگهان گفت شو، خمینی شو آمد، و 1.5 میلیون انسان با آمدن خمینی از بین رفت. حالا اون که میگه شو و میشود و میگه داناس، آگاس، واسعون علیمه در بند پیشیش، میگه ان الله واسعون علیم، گسترده و آگاهه، به آگاهی گستر، به گستردگی آگاهه، این آقای گسترده آگاه که میاد میگه حالا شو و میشود هم دست خودشه. حالا وقتی که خمینی میاد آدم میکشه، موسولینی میاد آدم میکشه، هیتلر میاد آدم میکشه، فرعون میاد آدم میکشه، تقصیر فرعون یا تقصیر این الله؟ اونهایی که خیلی اللهی فکر میکنن نمیدونن که مستقیم و غیر مستقیم این آفریننده ای رو که زیباترین تفسیر رو شما در مرام و آیین نامه زندگی ساز زرتشتی میبینید، که او رو خداوند جان و خرد معرفی میکنه، جان رو داده، خرد رو کنار این جان قرار داده، میگه آقا این خرد، دانش، آگاهی رو به تو بخشیدم، ذهنی، مغزی، اندیشه‌ای به تو دادم که میتونی خردمند باشی، بگذارش در کنار جان و زندگی تو از مرزهای گرفتاری عبور بده. اما این نه، این میگه خودشه جنایتکار سازه، خودشه مصیبت سازه، خودشه فرعون سازه. خب اگه یک اللهی خودش این همه جنایتکار هست، چه دلیلی داره که اون جنایتکاری رو، مثل این که مثلا فرض کنید امروز رژیم ناجمهوری ان ایران اسلامی بیاد پاسداره رو که آدم کشته و به فرمان خودش کشته بیاد محاکمه کنه؟ نمیکنه آقا. و دیدیم که وقتی میاد در دادگاه یک جنایتکار، پاسدار جنایتکاری رو، یک لباس شخصی جنایتکاری که فرمان خود رژیم آدم میکشه، نمیاره محاکمش کنه. اگرم محاکمه میکنه، به طور سوری میخواد ماسمالی کنه، قضیه رو در کتابشو ببنده. این اللهه. وقتی هم میگه شو میشود، کن فیکون، شو پس میشود، شو جنایت، شو کشتار، شو بمب افکن، شو نمیدونم هیروشیما درست کن، شو آدم کش. همه این شوها با این وضع در اختیار خود آقاست دیگه. پس جنایتکار اصلی رو اگر بشر بخواد بیاره محاکمش کنه، باید این الله تازی رو، زیرا خدای راستین بشر رو با خرد و دانش کنار هم گذاشته، این ادعاها رو نمی کنه. اما این خدایی که از دیدگاه تازی ترسیم شده، یک الله جنایتکاره. با همین شو کن فیکونش، یعنی داره جامعه بشری رو به سوی نیستی میکشونه، بدجنس میسازه، شیطان خلق میکنه، اهریمن خلق میکنه، آدم کش خلق میکنه. هم که کن فیکونه دیگه، کار من نیست، کار خود آقاست، کار شما نیست، کار خود این اللهه. بنابراین اگر به راستی انسان بخواد بیاد یک روزی موشکافی بکنه، که چه کسی بایستی در دادگاه وجدان آدمیان محاکمه بشه؟ اللهیست که تازی ارائه میده. یک مخلوق عجیب قریب کشتارگر
و بانی و مبدع تمام کثافت هایی که گریبان بشر رو گرفته. اما آفریننده اینجوری نیست. اون آفریننده راستین که از اندیشه درست، از اندیشه مردمی، از اندیشه راستین آدمی سرچشمه میگیره، صاحب همه زیبایی هاست، دانش داره، خرد داره، اندیشه داره. همینجوری نیست. به هر روی امیدوارم که فرزندان کشور من بدانند که این یک کتابیست اینجوری دیگه، پر مسائل چرند، میمایه و بی حساب و کتاب. میاد و قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله، قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون الله. و گفتند کسانی که لا یعلمون یعنی ناآگاهان هستند، لا یکلمون الله، چرا این الله با ما حرف نمیزنه؟ لولا، چرا؟ پس چرا لا یکلمون الله، با ما این الله حرف نمیزنه؟ یکلم یعنی مکالمه، گفتگو کردن دیگه، چرا این الله با ما گفتگو نمیکنه؟ او تأتینا آیتون، یا اینکه یه آیهی واسه ما، یه چیزی رو، یه نشانهی رو خودش ظاهرم یه به ما نشون بده تو قبولش کنیم. کذالک قال الذین من قبلهم، کذالک یعنی بدین سان، قال یعنی گفتند، گفت الذین، وقتی که میگه الذین یعنی جمع میشه، اون کسانی که قبل از اینها هم بودن همین حرف رو زدن که چرا این الله یه آیه، یه نشانه واضحی به ما نشون نمیده، چرا همش باید شمشیر باشه، همش گردن کلفتی باشه، اگه قبولش نداری میکشمت، دستو میبرم، پاتو میزنم. این رو مردم میگن دیگه. و او تاتینا آیتن کذالک قال الذین من قبلهم، و بدین سان پیش از اینها هم کسانی که بودن این حرفو زدن، مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، مثل این گفته اینها قلب های مشابه هم داشتن، نه تنها گفتن. خب طبیعیست که این دیگه معجزه نیست، یعنی کسی بگه اینها که این حرف رو زدن دلهاشون هم مشابه هم بود، خب طبیعیه، تا دلها، اندیشه ها حتی و فرهنگ ها حتی و محیط زیست و چگونگی بزرگ شدن ها حتی شبیه هم نباشه، یک کلمه همگون گفته نمیشه. یعنی ایشون خیلی معجزه نکرده که این حرفو میزنه. قد بیان الآیات لقوم یوقنون، ما در حقیقت آیات رو آشکار کردیم، واضح کردیم برای قومی که یقین دارن. باز از همون مزخرفات ها، در حالی که باید آیات و نشانه ها رو انسان یا هر کسی که میخواد نیروهای گمراه رو هدایت بکنه باید این آیات رو برای گمراهان بیاره، اونایی که یوقنون هستن یعنی یقین دارن که دیگه نیازی ندارن قربون. دوباره حالا یه دفعه رفت عیسی رو یه کشیده به عیسی زد، دیروز هرچی گفتیم داشت مشت میزد تو چونه موسی، حالا اومد یه کشیده به عیسی زد، حالا اومد خودش رو میگه. حالا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو رو در حقیقت و به راستی بشارت دهنده و ترساننده فرستادیم، نذیر یا انذار من بارها برای شما گفتم. وقتی که دادگاه‌هایی در کشورهای عربی اخطار برای کسی میفرسته که باید